به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی جان و روان رو دارم. مصاحبه‌ای داریم با استاد ارجمندمون و میدونین که آقای نجاح محمدعلی تحلیلگر قهار جهان عرب و موضوعهای سیاسی جهان هستن. خب من میخواستم خودم بشینم یه برنامه درباره عراق درست کنم، بعد جوری قاراش میشه. گفتم که حالا چرا بشینم یه چیزایی رو حدس بزنم و خب یه چیزایی رو میدونستم از خیلی جاها گرفتم، ولی فکر کردم که بهتره که برم سراغ برادرمون نجاح محمدعلی. ایشون میدونن که دقیقاً چه خبره. خب در صورت پرسشایی مطرح میکنم در درازای سخنانمون. به شما خوش آمد میگم برادر نازنینمون و هر جایی که دوست دارین شروع کنین. به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما خواهر عزیزمون و سلام و درود بر برادران و خواهران عزیز در هر کجا هستن و هر کجا باشن، بالخصوص ایرانی های عزیز مقیم جمهوری اسلامی یا خارج از کشور. و باز هم تسلیت میگویم روزهای عاشورا و سفر و محرم و انتظار زیارت اربعین، و همونطوری که ملاحظه فرمودید مقتدی صدر همیشه کارهای میکنه در روزهای محرم، در روزهای عاشورا، و سعی میکنه این زیارت اربعین رو مخدوش میکنه. دقیقا. و من قبلا خیلی وقت پیش از مقتدی صدر و جریانش هشدار دادم، البته متاسفانه تا امروز هم، یعنی بعد از این که قضیه یه خورده خاموش شد، هنوز هم دوستان ما، برادران ما به حیله های مقتدی صدر باور میکنند و باز هم من معتقد هستم یعنی ممکنه در آینده اتفاقات جدیدی خواهد افتاد، چون هنوز مقتدی صدر علی رغم این که ادعا کرد از سیاست کنارگیری میکنه و کنارگیری کرده، منتها هنوز یک حساب اکانت مستعار به نام صالح محمد العراقی که خودش توش منویسه به همین اسم داره فتنه دوباره راه اندازی میکنه و همیشه داره تا امروز، یعنی بعد از اینکه اومد سخنرانی کرد و عذرخواهی کرد و الان بهتون میگم چی شد، چطور این عذرخواهی اومده، چرا مقتدی صدر از طرفدارانش درخواست کرد یا دستور داد، چون نه درخواست کرد، اونها صحنه های تظاهرات و تحصن ترک میکنن، بعدا هم دوباره اومد و همین چرتی پرتی های قبلیش داره تکرار میکنه. چرا؟ اولا مردم عزیز باید بفهمن و میدونن که خب در عراق امریکا اومد 2003 صدام حسین رو و رژیمش سرنگون کرده. امریکا و متحدینش وقتی که صدام سرنگون کردن، دیکتاتور را سرنگون کردن، یک دیکتاتور را سرنگون کردن، منتها دیکتاتوریسم یعنی حالت دیکتاتوری در عراق رو هنوز اصلا به وجود آورد، نه فقط باقی مان، چون قبلا در عراق یک دیکتاتور وجود داشت، یک دیکتاتور، یک فردی به نام صدام حسین. بعدا اومدن و قضیه رو عراقی ها و یعنی این تقسیم کردن به کرد و عرب و شیعه و مسیحیون و ترکمان و از این چیزها، و البته سه قسمت بزرگ اول درست کردن، کردها و شیعیان و سنی ها. گفتن قدرت بین این سه تا موجودیت تقسیم میکنیم. اومدن دادن نخست وزیری به شیعیان و دادن به توافق رسیدن که چون شیعیان اکثریت مردم عراق تشکیل میکنن، بهشون منصب نخست وزیری میدن و ریاست جمهوری دادن به کردها.
و ریاست پارلمان هم دادن به سنی ها. هیئت رئیسه در پارلمان رئیس سنی، معاون اول کرد، شیعه، معاون دوم کرد. در هیئت دولت هم همینطور، در هیئت دولت فقط نخست وزیر، این یک فریب بزرگی که شیعیان عراق رو این فریب رو یا این کلک رو خوردن و به سرشون انداختن این کلاه. نخست وزیر شیعه، وزراء هم تقسیم میشه بر همون سه شیعه، یک سوم شیعه، یک سوم سنی، یک سوم کرد. از یک سوم شیعه میاد مسیحی میدن و از بقیه شبک و مبک و نمیدونم چی هم میدن. خب از کیسه و از جیب شیعیان اون چیزی دیگه هم خواهد رفت یا رفت. تصمیم گرفتن در هیئت دولت به چیزی، به تصویب، یعنی نخست وزیر درست شیعه هستن، منتها حق ندارد خودش تصمیم میگیره، باید رأی میگیرن، میبینن اغلبیت، اکثریت رأی، اگر رأی مثبت دادن اون تصمیم بهش عمل میکنن. خب سنی ها بعد از 2003 قیام کردن، رفتن القاعده تشکیل دادن، گروه های تکفیری هر چقدر هست در دنیا، اگر قبلی بود به نام قاعده اومدن بهش منحق شدن، اگر نبود چیزهای دیگر هم تأسیس کردن. حدود 100 و خورده گروهی تشکیل دادن سنی ها، شکایت میکردن که میگن ما حقمون ضایع شده، شیعیان اومدن دیکتاتوری رو دارن پیاده میکنن. و خب عرب ها اومدن، عربستان سعودی و غیره، به اون سنی ها هم کمک کردن و حتما ملاحظه کردید و دیدید از 2003 تا داعش که تأسیس کردن و همشون پشتبانی میکنن از سنی ها، سنی ها، و میگن سنی ها مظلومن و شیعیان نباید حکومت کنن، باید مثل اول شیعه محکوم باشد و سنی حاکم باشد. این چرا من میگم کلاه سرشون رفته؟ چون کردها هم سنی هن. یعنی وقتی که میان بحث کرد و عرب و شیعه صحبت میکنن، کرد سنیه اما کرده، عربه، قومیتش عربه ولی سنیه. شیعیان کار ندارن، اونها شیعه کردن، عربن، چون کرد شیعه هم داریم، اونا شیعه. اما کردها یک سوم مناصب و قدرت دادن به کردها، یعنی سنی. یک سوم دیگه هم دادن به کی؟ به سنی های عرب، یعنی دو سوم. یعنی شیعیان و مسیحیون و بقیه اقلیت ها یک سوم، و میگن شما حکومت کردی و دکتاتوری کردی و از این چیزها. امریکا و یارانش اومدن خب داعش رو تأسیس کردن وسط سنی ها. شما اگر ملاحظه میکنید از 2003 همه این گروه های تکفیری داعشی بودن، یعنی بغیر از داعشی سنی هم. خب به علاوه اونها اومدن یک گروه شیعه هم تأسیس کردن به نام جریان صدر. بله. داعش شیعه. درسته. داعش هم هستن منتها شیعه، اسمشون هم شیعه، نه فقط. یعنی اگر ملاحظه میکنید مثلا مقتدی صدر هیچ سنخیتی و گروهش با تشیع ندارد. بله. اصلا ندارد، فقط لباسش، لباس حوزه، لباس شیعه حوزه، و اسمش و نسبش، انتصابش. خب طغیان کرده مقتدی صدر، خیلی طغیان کرده مقتدی. من چرا میگم شیعه نیستن؟ چون خب شیعه از مسائل ابتدایی، یعنی افکار اعتقادات شیعه اولی و مهمترین قضیه، یعنی وقتی که بهت میگن شما شیعه هستید، یعنی از علی پیروی میکنید، یعنی معتقد هستید علی ابن ابی طالب خلیفه چهار اول، نه خلیفه چهارم. این دقت بفرمایید،
شیعه معتقدن بعد از پیغمبر حضرت علی علیه السلام و این وصیت، یعنی حضرت پیغمبر وصیت کرده و عمر و ابوبکر اومدن و سعی کردن این وصیت رو منع کنن و تلاش کردن که حضرت پیغمبر اتفاقا در ما الان در ماه صفر روزهای آینده در اواخر این ماه صفر رحلت پیغمبر اکرم، قبل از رحلتش گفت به من یه چیزی به من بدی تا براتون منویسم، چیزی که شما به هیچ وجه گمراه نخواهید شد، و اجازه ندادن. عمر گفت این آقا داره هزیان میکنه پیغمبر اکرم. خب اومد آقای مقتدی سعد وقتی که صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، میگه خلفای اربعه، خلفای چهارگانه، و اسم هم میاره، مثلا میگه سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و صلوات بفرستید به صحابت ایشون و خلفای چهارگانه ابوبکر و عمر و عثمان و علی. خب معلومه هیچی خودشون دو میده قشن اینو نمیگه. بعدا اون میومد مثلا ارتش مهدی رو درست کرد، اسمش ارتش مهدی، اسم خوبیه. ارتش مهدی هم هدفش چیه؟ زمینه سازی میکنه، زمینه میسازه، آماده میکنه زمینه رو برای ظهور حضرت امام زمان. این ارتش مهدی اومد چیکار کرده؟ اومد جنگید با ارتش عراق، پلیس عراق که همشون شیعه بودن، چون بعد از سرنگونی صدام سنی ها اومدن کنار علیه دولت قیام کردن. خب کی مونده دفاع میکنه از دولت جدید؟ شیعیان. به مثلا گارد ملی میگن گارد چیز پوتی، به زبان عربی چیزی داره مثلا الحرس الوطنی، یعنی گارد ملی. اونا میگن الحرس الوثنی، وثنی یعنی پوت، یعنی گارد پوت. یا مثلا میگن ارتش مالکی یا ارتش صفوی. یعنی 2003 ارتش عراقی ها بود اسمشن، جیش العراقی. اونا میاد سنی ها البته، یعنی همون قاعده و غیر از قاعده و داعش. و بعدن مقتدی سعد هم اومد یه گروهی تأسیس کرد به نام جیش المهدی، می اومدن عملیاتی انجام میدادن ضد این ارتش. بگن این ارتش صفویست، صفوی سوش، یعنی وابسته به ایران. بله. و میگفت و بعدا میگفت من اصلا به هیچ وقت زیر بار مرجعیت قرار نگرفتم و حرف هیچ مرجعیت در جهان. این همون جریانی که تو ایران هم میگن که شیعه از زمان صفویه باب شد، یعنی یه دروغ بزرگ، میخوان که شیعه رو در واقع خراب کنن، تخریب کنن، یا یه فرم دیگه بهش بدن. اینم هم داره همونا رو میگه، همین حرفایی که برخی البته... بله نه البته در ایران خب از لحاظ یعنی این اصطلاح تشیع صفوی اومده، این آقای علی شریعتی رو اطلاق کرده. آقای علی شریعتی موضعی داشت نسبت به علمای و علما، یعنی روحانیت، اگر حتما دیدی و میدونی. علی شریعتی با مجلسی مشکلی داشت، علی شریعتی با تراث یا مثلا کتاب‌های تاریخ و حدیث اهل بیت مشکلی داشت، بنابراین می اومد مثلا همون. ولی اگر ما هم یعنی در کلیات نگاه می‌کنیم، مرحوم شهید شریعتی غیر از اون چیزی که مقتدی سعد میگه، مرحوم شریعتی میگه تشیع صفوی یعنی سیاسی، منظورش اینه. یعنی چطور مثلا شیعه متهم میکنن خاندان صفوی است به اون که مثلا اونها میخوان تشیع رو منتشر کنن تا حکومت کنن، ملاحظه میکنید، تا بیشتر حکومت پیدا میکنن به اسم تشیع. اما علی شریعتی هم درباره تشیع علوی صحبت کرده که مقتدی سعد یک قرونی از این تشیع علوی نداره. بله. یک ذره از این تشیع. بله. علوی، تشیع علوی پیروی کامل از علی. مقتدی سعد میومد میگه شیعیان ایران تبعه، شیعیان عراق که ارتباط روحی یا فقاهتی یا اعتقادی به ایران دارن، اونها تبعه، تبعه یعنی تابعیت ایران دارن، یعنی اونها مزدورن. و این کلمه تو دهنش افتاده
مال صدام حسین البته، مال صدام حسین بوده. صدام حسین قبلا به شیعیان عراق میگفت همشون تبعی ایران را، و من هم خیلی از اونها رو، بعضشون هم ریشه های ایرانی داشتن، بیرون کرده. در حالی که خود مقتدی سعد، یعنی پدر بزرگ مقتدی سعد و پدر بزرگ محمد باقر سعد و پدر موسی سعد در لبنان، همشون ایرانی، ایرانی ایرانی از بیخ ایرانی. اسماعیل سعد متولد و ساکن اصفهان بوده. من اومدم الان وقتی که اونها صحبت میکنن درباره تبعه، من میگم مقتدی الاصفهانی همین، یادآوریش میکنم که تو اصفهانی هستی. خب چرا به دیگران و خیلی از اونها، مثلا من عراقی هم، اما به ما میگه شما تبعه هستید، تبعه ایران، چون ما اعتقاد داریم فرقی بین ایران و عراق وجود دارد، از لحاظ عقیدتی ما یکی هستیم. و بنابراین مقتدی سعد میخواهد در عراق حکومت کنه و خودش حاکم مطلق درصد میخواد بشود. من دیشب یعنی مقاله خوندم آقای مایکل روبین، حتما قبلا براتون درباره صحبت کردم. مایکل روبین یکی از مورخین امریکا هستن. ایشون در یک انستیتوی بزرگ امریکا مینویسه و مطلب خیلی خوبی نوشته، خیلی جالب نوشته، اصلا دیروز نوشته درباره مقتدی سعد. میگه مقتدی سعد چی میخواهد در ایران. مایکل روبین در اومد حرفای خیلی خوبی نوشته درباره مقتدی سعد. من توییت زدم به زبان عربی، ولی مهمترین حرفش میگه آخرش، میگه مقتدی سعد میخواهد مثل خمینی بشه اما فاقد اهلیت. میگه فاقد اهلیت یعنی هذا الجواب. مقتدی سعد میخواهد مثل آیت الله خمینی میشه، به عنوان یک حاکم مردم ازش تبعیت میکنن، حرفش گوش میکنن. اما جالبترین چیزی که میگه مقتدی سعد هیچ اهلیت، یعنی مدارکی، چون مثلا از عنوان طلبه یا مثلا عالم دین نداره، گفت هیچ چیزی ندارد، هیچ چیزی ندارد. و امریکا، گفت امریکا هم میخواهد با باش همکاری میکنن، اما اشتباه بزرگ میکنن. یعنی حتی درباره وزارت خارجه امریکا میگه کاخ سفید و وزارت خارجه و CIA اعتقاد دارن اونا میتوانن مقتدی سعد رو توجیه کنن و کنترلش کنن تا به سمت اهداف خودشون حرکت میکنه. اما گفت اونا هم اشتباه میکنن، چون مقتدی سعد برای خودش کار میکنه. گفت قبلا رفت با عراق با ایرانی ها کار کرد، همکاری داشت با ایران، پول از ایران گرفت. اما مقتدی سعد هم تاجر و هم سمسار ببخشید، سمساری میکنه و دنبال پول و دنبال منافع خودش. منظورتون در عراق بعد از سیاسیه، منظور شما هرزه سیاسیه؟ آره، اصلا نمیشه هرزه سیاسی. بله آره نمیشه. کلن الان ما خب این یعنی بعد از انتخابات مقتدی سعد اومد و گفت من دولت میخوام تشکیل کنم، من دولت را تعیین میکنم خودم. و هدف اصلا میگفت، نه نیت میکنه، نه، میگفت باید حشد الشعبی منحل کنیم، سلاح مقاومت باید به دست بگیرم و همه اون افرادی که در حکومت فعلی هستن، در دولت فعلی، از 2003 باید برن بیرون. و بالخصوص شیعیان، درباره شیعیان صحبت میکنه، یعنی کسانی که با صدام حسین جنگیدن، مخالفتی داشتن، مبارزه کردن، اونا باید هیچ سهمی در دولت بعد از 2003 ندارن. خب یعنی چی؟ یعنی بسی ها می اومدن و سنی ها میمونن. یعنی دوباره مقتدی سعد میخواد دولت تحویل میده به سنی ها. سنی ها کی هست؟ سنی های بسی، سنی هایی که میخوان انتقام میگیرن از ایران و از اومدن. هم پشتش کی اومدن؟ یعنی پشت مقتدی سعد همه بعثی ها و عربستانی ها و وهابیت و هر که دشمنی داره، داعش هم عجیب هر که دشمن. بله.
هر که دشمنی دارد با ایران، با محور مقاومت، اومدن پشت مقتدی الصدر قائم شدن و میگن مقتدی الصدر الان قادسیه سوم راه اندازی میکنه، مقتدی الصدر جنگ صفین رو اداره خواهد کرد و برهبریت خواهد کرد. جنگ صفین یعنی خودش اینجوریه. خب پدرش بهش توصیه کرد و به اون یارانش توصیه کرد که اگر من نیستم، مردم، فلان، شما مرجع تقلیدتون باید سید کاظم حائری باشه، آقای حائری. اونا حرف حائری رو گوش ندادن اصلا و حائری به اونها گفت، چون حائری با جمهوری اسلامی ایران هستن و الان تو ایران هم زندگی میکنه، دفاتر بزرگی داشت اونجا و یکی از یاران حضرت آیت الله العظمى خامنه ای هستن و من خیلی خوب میشناسمش، با هم کار میکردیم در حزب دعوه، حزب دعوه بودن، از شاگردان محمد باقر صد بود. خب اون گوش نمیکرد تا قضیه دیروز اتفاق افتاد. دوباره اومد حائری، بالاخره مجبور شده بود چون دید اونا حرفشون گوش نمیکنن، اومد خودشون اعلام کرد و این یک روش جدید، یک روند جدیدی که و ابتکار جدید در مرجعیت شیعه اصلا نبود تا حالا. ما میدونیم که مرجع تقلید معمولا تا میمیره ایشون مرجع تقلید هستن. حائری اومد گفت من کناره گیری میکنم از این مرجعیت خودم، اما توصیه های داده شد و کلن گفت به مقتدی الصدر تو لیاقت رهبریت یک جریان ندارید، باید پیروی میکنید از مرجع. شما چون مجتهد نیستی، شما مرجع نیستی، شرایط رهبریت یا زعامت یک گروه ندارید که یک انقلاب میخوایی درست کنید، هیچ چیزی ندارید و خودت و اون پسر عموت، این که اونجا تو لندن به عنوان سفیر، حتی اگر منتسب هستید به صدر، اصلا به اسم به صدر، شما ضد خط و جریان و خط صدر و تشیع و بالاخره ازش همه چیز صدر کرده. البته این چیزی که نوشته، چیزی که پشت برده، نه خیلی قوی تر و بیشتر بهش گفت من فتوا میدم شما به عنوان خارج از ملت هستید و خارج از تشیع هستی و دیگه اون وقت دیگه اگر فتوا دادم دیگه شما باقی نخواهید موند و دیگه تمام میشید. یه نکته، چرا در هر صورت ایشون فتوا ندادن؟ این مقتدی الصدر کم بلا سر عراق نیورده، چرا ایشون چون فتوا... اینو گفته. بدونید فتوا دادن آسونه، منتها جریان مقتدی الصدر خیلی ها حیوانن، یعنی همون پیامی که دیروز داده رفتن ریختن. خب دیدی چی شد؟ بله، اومدن خیلی. از آر بی جی و از نمیدونم خمپاره رفتن کلیه دفاتر آقای حائری رو سوزاندن، حمله کردن بهش، حمله. ولی خب اون فهمید دیگه، مقتدی الصدر فهمید و من دیروز به عربی هم گفتم آقای مقتدی الصدر فکر نکنید پهباد براتون بفرستن یا مثلا موشکی یا چیزی، چون مقتدی الصدر همیشه وقتی که کناره گیری، این هفتمین بار کناره میگیره، هفتمین بار استعفا میکنه یا نه مثلا میگه من بازنشست میشم دیگه کار نمیکنم با سیاست، و هفتمین بار یا بیشتر میگه من مرا ترور خواهن کرد، میخوان ترور کنن مرا. اصلا یه بار ادعا کرد پهبادی اومد و زد خونه من، پهباد. من بهش گفتم، البته اسم نمیارم کیان، طرف نمیارم، گفتم اون کسانی که میخوان، هر کس، نه فقط مقتدی الصدر، هر کس میخواهد خون شیعیان ریخته میشه و بین شیعیان جنگ داخلی راه اندازی میکنه، گفتم این اطلاعات منه، خودت هم باید بدونی، این واقعا اطلاعات منه، یعنی تحلیل نیست. گفتن تو را در خواب خودتون، در خونه خودتون، در اتاق خودتون، میان خانواده خودتون کشته خواهید شد. این تهدید نیست، این اطلاعات، انفورمیشن، فاکت. و چون اون طرفی که فکر میکنه مقتدی الصدر خیلی خطرناکه، 100% هزار نفر انداخت نفوذی کرده تو خونه، تو جریانت،
بفرض ایران، بفرض CIA، بفرض هر که باشه. ببینید خانم زمانی، شما میدونید، برادرانم میدونن، خواهرانم میدونن، هر کس کار میکنه با کشور، کشورها، خب اونا یه فیلمی علیه او میگیرن یا نمیدونم چی میکنن، بالاخره نمیذارن به تنهایی. من الان پیش شما هستم و میخوام جلوی شما این راز رو کشف میکنم. تا ممکنه گفتم، من یادم نیست، ممکنه به شما هم قبلا گفته بودم، من همون من نجاح محمد علی، من 3 بار در معرض ترور قرار گرفتم. 3 بار بله کامل کامل قرار بود حذف میشدم. کی ما را نجات داد؟ سردار دلها تو لندن. ها ناجای دیگه تو لندن الان دفترش یا دوستانش بالاخره میدونن کیان، من دارم چی صحبتی میکنم. من 1 بار، البته این یعنی چی؟ یعنی قدرت دارن، اشراف دارن. من 1 بار اصلا تو من تو هم گفتم به من میگن مثلا درباره روح الله زم صحبت میکنیم، گفتم بابا من اطلاعاتی دارم که اطلاعات ایران در حالی که من میانم بده با اطلاعات ایران، چون من را دستگیر کردن، اذیتم کردن، اما اطلاعاتی دارم، اشراف کامل دارن بر همه مخالفین ایران در خارج. والله من تو پاریس بودم، من تو پاریس 2012 مثلا فکر کنم، آره 11-12 داشتم فیلمی افلامی درست میکردم مستند برای العربیه. رفتم یک جایی بیش یک برخی از ایرانی ها، چون درباره اونا میخوام فیلمی درست میکنم، و یک دوستی داشتم، داره هنوز هم هست، دفتری داره تو پاریس زیر زمینه، تو یک ساختمان زیر زمین، خیلی زیر زمین، پایین اتاق خیلی کوچولوه، و جمع کرد برای من چند نفر، یک خانم فرانسوی میسه تولوموند، یک آقا کارگردان، مرد هم خدا رحمتش کنه، از کارگردان های قدیمی ایران زمان شاه، و یک وزیر، الان نمیدونم مرده یا نه، آخرین وزیر بهداشت شاهبور بختیار بود. و نشستیم در صحبت میکنیم، چون از سوالاتی از اونها دارم. این آقا صاحب این محل واین پذیرایی میکرد، واین آهان مشروب، بله، با شراب پذیرایی میکرد، شراب، آره پذیرایی میکرد با لیوان، همینجوری مثلا تقدیم کرد به همه، اونا میگیرن خوردن. اومد به من گفت بفرمایی، گفتم نه خودت که میدونید من اهل مشروب و چیزی نیستم. خودش هم شوخی میکرد، من خیلی احترام میگذاشت، انشاءالله یه روز با هم بریم پیشش، مخالف ولی آدم با کمال اعتدال و منصف هم هست، میدونه من با ایران. اومد گفت که گفت بخور کسی نمیبینه. گفتم خدا میبینه، کسی نمیبینه. شبش اومدم تو اتاق خودم تو هتل من تو پاریس، نوول لو شاتو، تو همون نزدیک، میگم نوول لو شاتو شانزلزه، آره نه فرار، تو نوول لو شاتو تو مغزمون میخوره، آره بله، جای حضرت امام. شبش برای من مسیج اومده، خدا شاهد، الله شاهد على ما اقول، مسیج به اون به دست من اومده، و من تو العربیه بودم، منتقد بودم ضد احمدی نژاد و شدیداً علیه احمدی نژاد میکوبیدم. مسیج اومده از طرف سردار دلها، نوشته، کی نوشته؟ کی؟ آقای حمید تقوی نوشته، گفت سردار دلها به شما سلام برسونه، میگه، البته با طعنه، میگه ها شما هم مشروب میخوری؟ گفتم کدوم مشروب؟ من مشروب نمیخورم. گفت چرا رفتی اونجا نشستی؟ فلان جا نگاه کنید چطور چه اشرافی داشتن، بله جاسوس میدونن، بله به خدا میدونن. الان این منافقین در همون زمان، منافقین یک برنامه ای داشتن، کنفرانسی، و من سردبیر ایران دسک تو العربیه، من دستور دادم تو العربیه به هیچ وجه اخبار و اطلاعات از منافقین مجاهدین خلق یعنی نمیگیریم ابدا.
الان مدیران هستن و برو از اونها بپرسید. و یک خبرنگار عراقی الاصل تو پاریس، یعنی نماینده العربیه تو پاریس، ارتباطاتی داره با منافقین، هم به عنوان خبرنگار و البته خودش هم بعثیه و از زمان صدام ممکنه هم با اونها ارتباطاتی داشتن، اومد با اونها صحبت که گفت نجاح هست اونجا، اومد هم به من گفت آی نجاح بیا با اونها صحبت کنیم که این قضیه رو حل کنیم، اونها منابع خوبی دارن، اخبار بهشون میدن. گفتم نه من نمیخوام. آخرش اصرار میکرد بیا حداقل هم دیگر رو ببینیم. یه نفر اومده از رهبران مجاهدین خلق، اومد تو رستوران تو قهوه خونه نشستیم و صحبت کردیم. بالاخره صحبتی، من خبرنگار صحبت میکنم با هر که باشد، من دعوت کرد برای کنفرانسشون، گفت کنفرانس داریم در روزهای آینده. من نرفتم، اما یکی از قرار بود میرم رفتم تو کنفرانس. یکی اومد از اون آقایونی که نشست تو اون جلسه، گفت دیگهش اونجا نرو، مخالفین ایران. گفتم چرا؟ من دارم میرم دنبال خبر. گفت نصفشون وزارت اطلاعات. خب من وقتی که درباره مقتدا میخوام صحبت کنم، یعنی گفتم آی مقتدا ایرانی، شما الان دشمن ایران شدید، رفتید بیش عربستانی ها و رفتید بیش اماراتی ها. خب حتی عربستان و امارات اونا هم بالاخره میبینن کسی میاد بیششون، بهشون بهش پول مجانی نمیدن، مفتی نمیدن، مدرک ازش میگیرن، فیلم ازش ثبت میکنن. حالا چند نکته آقای نجاح. خب روشنه که این آقای مقتدا صدر مهره آمریکا و سی‌آی‌ای است. اینکه صهیونیست و صهیونیستا. خب حالا اون وقتی اینطوری میگم دیگه همشون با همن، مهره شیاطینه. حالا آیا فکر نمی‌کنین که این الان تاریخ مصرفش به سر اومده و همین چیزایی که الان داریم میبینیم در واقع خود اونا چه بسا سرشو بکنن زیر آب؟ این یه نکته. خب همینه، من اتفاقا اینو رو تایید میکنم. تاریخ البته هنوز تاریخ مصرفش تمام نشده ولی داشت تمام میشد. یعنی هدف اصلیش چیه؟ مختصر هدفشون جنگ داخلی بین شیعیان. بله بله، ازش خواستن یک جنگ داخلی تمام عیار راه اندازی میکنه، اما ایران و آیت الله حائری و دیگران بهش رسوندن، گفتن اگر یک ذره خون، یک قطره خون به سبب شما میفته، تو دیگه نابود خواهی شد، دیگه نیستی. مختصر ترسوه، اگر شما امروز ملاحظه کردی فیلمش، مضطرب صحبت میکنه و حمله اصلا به یارانش و جرایانش کوبید، توهین میکرد اونها رو، توهین. حالا یه نکته، گفت چه انقلابی درست کرد، بعد میگه قاتل و مقتول در جهنم، در نار، در آتش. قاتل، من نوشتم گفتم قاتل و مقتول در جهنم یعنی چی؟ خب قاتل مقتول، ما داریم مقتول از نیروهای چیزه، نیروهای زبده ویژه امنیت عراق کشتن، زدن با آر بی جی و با خونپاره. این چطور این مقتول در جهنم؟ مقتول اون کسی که حرف شما گوش کرده و رفت سلاح به دست آورد. امروز من عکسو زدم تو توییت خودم، گاردین اومد یک عکس پخش کرد، گردانهای سلام، یعنی گردانهای صلح، مثل ارتش مهدی مقتدی صدر آورد از منطقه سامراء پولشون، سلاحشون از دولت، از سازمان حشد الشعبی، اما رهبریتشون، دستوراتشون فقط از مقتدی صدر میگیرن. هزار و خورده اومدن از سامراء جاشون ول کردن، به ادعا میکنه که حمایت میکنه از حرمین، امامین العسکریین در سامراء. اونا اومدن این گردان ها رو آورد بیرون، کشید از دیروز تا میان تو منطقه سبز بغداد و با برادران عراقی می جنگیدن.
خب اگر خودش نمیخواهد این اتفاقات بیفته، همون دیروز اومد کناره گیری کرده، گفت همه دفاتر من مسدود میکنم، اسم سرای السلام نیاورده، اسم میلیشیای جیش المهدی نیاورده، اسم یوم الموعود روز موعود هم نیاورده، و درباره این متظاهر کنندگان هم چیزی نگفت، گفت خودتون هر کاری بخواه، اصلا جوری گفت شما فی حل من امری، شما هر حلالتون هست، هر کاری که میخوای بکنید بکنید. خب اومدن و این هیاهو و این هرج و مرج رو درست کردن. این یکی. دوم اینو خواستم خدمتتون، اگر یادتون هست ما هم گفتیم الان درست ایشون مهره امریکا، اما خودش نفهمید بعضی از اون افرادی که با غرب کار میکنه بلد نیستن چطور با امریکا و اربابشون کار میکنن. امریکا الان نیاز دارد به نفت عراق، نیاز دارد به نفت ایران، امریکا نمیخواهد الان با ایران وارد کشمکش بشه. ایران هم به قول مقتدسان این گروه های خودش یعنی بروکسی خودش نیابتی، خب ایران هم اگر اتفاق بیفته براشون ایران ساکت نمیمونه، یعنی هرج و مرج، هرج و مرج، یعنی عراق نفتش صادر نمیکنه، ایران نفتش صادر نمیکنه، یعنی ایران به برجام بر نمیگرده، یعنی آتش بس در یمن چیز تموم میشه، بهش عمل نمیکنن. امریکا به این قضیه نمیخواد، امریکا دید این مقتدسات داره کارش خراب میکنه، بلافاصله بهش گفتن، گوشی زدن، گفتن کار نکن. دقیقاً سفارت امریکا پیام دادن، سازمان ملل پیام دادن، گفتن اصلا سازمان ملل گفتن که کاری که مقتد داره انجام میشه ما قبول نمی کنیم، ملت عراق به عنوان گروگان یه گروهی، البته منظورشون مقتد سر میشن گروگان، این گروگانگیریه، چون ملت نمیتونن جایی برن، نمیتونن رای برن، پارلمان نمیتونه جلسه برقرار کنه، قضا قوه قضاییه و دادگاه نمیخواد، یعنی چی؟ ببینید عراق... من فکر میکنم که اون جریان صهیونیستی اهدافش یه مدلای با اینا متفاوته، اونا در واقع مخالف، هم که شما اول برنامه هم گفتین اینو باید بولدش کنیم، اینا اصلا مخالف این پیاده روی اربعین هستن و میخوان شیعیان رو بکوبن، و به خاطر همینم اومدن مرزای شلمچه و با مهران همین الان بسته بود، امروز باز شد، من تو اخبار شنیدم که باز شد. همینه ببینید همینم. چون همچرا میگم مقتدسد مهره ای که ضد تشیع، چون همیشه هر اتفاق همیشه اصلا همیشه مثلا موقع بله اسم قیامش از عاشورا گرفته، گفت قیام عاشورا، اما اجازه نداد روز عاشورا مراسم انجام میشه. خب این چه عاشورایی؟ الانم به سبب خودش دیروز دیدید همه مرزها بسته شد، چون زائری نمیتونن برن. چرا؟ چون زیارت اربعین یک قدرت نرم بزرگ شیعیان و اسلام و یک قدرت نرم خیلی بزرگه، اونا ترسیدن، غرب نمیفهمه داره چی کار میکنه با این قدرت نرم، با مراجع. خب شما دیدید در ایران هم بعد از انقلاب گروه فرقان به وجود آوردن. الان فکر میکنید مقتدسات فقط جریان صد داره؟ نه نه، یمانیون داره، نمیدونم الان من 2015 فرقای مختلف، فرقای خطرناک مختلف، آره من 2015 مقاله مفصل نوشتم اونجا در روزنامه جلالوزیم یعنی قدس عربی نوشتم، و همه گروه هایی که منتسب به مقتدسات اسمشون آوردم، انحراف کامل داره. اونا میگن مراجع باید کشته بشن تا مهدی حاضر میشه. بعد اصلا چی میگن؟ الان آخرین ترفنده از اونها اومده چیه؟ میگن این مقتدسات در 2004 یا 2005 در جنگ در نجف با امریکا کشته شد، شهید شد، این مهدیه، این الان که اومده این مهدیه، آره این مهدی. عجب داستانیه. آره آره میگن رکو بسکنده میگن. بنابراین من میگم آقایون برادران خواهران، پیغمبر میفرماید احبب، امام علی میفرماید احبب حبیبک هونن ما، شما یعنی واش ترمز بگیر، کسی رو دوست داری خورده ترمز بگیر، ممکنه فردا ازش انتقاد میکنی، یکی هم ممکنه، یه نفر هم ممکنه خوشت ازش نمیاد، همینطور اعتدال. الان امروز چند روز پیش به مقتدسات فحش میدادن، امروز میگن مقتدسات متشکریم،
خدا حفظت کنه شما خون عراقی ها رو محفوظ کردی. اصلا خودش باعث شد خون عراقی ها رو خب حالا چیزی باید محاکمه شه. بله نباید نران التماس ازش میکنن و میگن تو قهرمان، یعنی میخوان ازش قهرمان ملی درست کنن. نه مقتدی الصدر قاتله. امروز گفتم خدمتتون روزنامه گاردین یک عکسی مال سرای السلام، یعنی یک گروه بزرگ میاره از منطقه که با داعش قرار بود باید اونجا حفظ این منطقه، از داعش میاره تو وسط بغداد علیه شیعیان می جنگه و این عکس اون آقایون اومدن همشون لباسشون یکیه، یونیفرم لباس یکیه، کلاه دارن همشون، داره یاد میدن چطور از سلاح استفاده میکنه. به کی یاد میده؟ به خانم ها. خانم ها اومدن سلاح و از سلاح استفاده کردن. یعنی چقدر خطرناکه. بله. بنابراین آقای کاظم خان وقتی که اینو دید دخالت کرد بلا فاصله، گفت من فتوا میدم خواهید دید چی کارت میکنن. اون که مردم نمیدونن چیزی که پشت بنده، من پشت بنده میدونم. ای کاش فتوا رو داده بودن. در ضمن من تو شبکه ها و اخبار رو اینا میشنوم که اون جریان صهیونیست و جریان سعودی داعشی ها رو اجیر کردن، همچنین منافقین رو، برای عملیات در عراق که اینا فارسی صحبت میکنن. بعد بگم ببین ایران داره در واقع با اینها میجنگه که بین ایران و عراق و تفرقه بندازن و تخریب کنن و حالا به اصطلاح خودشون تنش زیاد و تمام اینها. البته الان یعنی اگر مقتدی الصدر همون الان این جنگ داخلی اگر راه اندازی شد، اون منافقین میتونن بیان چون پوشش میگیرن از مقتدی الصدر و از بقیه. منافقین بردن تو عراق، میگن منافقین رو بردن تو عراق. نه هستن. بله. من میدونم هستن. بله. اما اگر این منطقه سبز جنگش بیشتر شد دیگه، یعنی خاموش نشد و آقای کاظم الحاری دخالت نکرد، آره خب حالا اونا می اومدن آزادی کار یعنی میتونن خیلی قشنگ کار کنم. اما البته قبلا هم در سوریه کار کردن، اینو انجام دادن 2011، منتها به فضل خدا و به فضل سردار دلها و آقای همدانی و دیگران توانستن سریع نطفشون خفه کنن. حالا نمیتونن همچینی غلطی بکنن الان. خب. الان نمیتونن به هیچ وجه. حالا حجو شبیه چشمش بازه، گروه های مقاومت چشمشون خیلی بازه و الحمدلله. البته من های سران گروه های سیاسی که متاسفانه بعضشون چابلوسی میکنن و متاسفانه منافقانه هم برخورد میکنن با مقتدی الصدر، اما من دیدم جوانان عراق درسته در معرض لاندری شستشوی مغزی قرار گرفته، منتها من دیدم در این اتفاق نه خیلی خوب وایستادن با ایران، با شیعیان، با خیلی خیلی عالی. مرجعیت هم خدا حفظش کنه آیت الله العظما سیستانی. البته این پیام آیت الله حائری با هماهنگی کامل با مرجعیت اعلا، آره 100%. خب خدا رو شکر. حالا فکر میکنین که چه اتفاقی میفته الان؟ خب حالا مقتدی الصدر الان رفت این حرفا رو زد و فعلا نشسته کنار، ولی فکر میکنین چه اتفاق میفته؟ نه البته ننشسته کنار چون صالح محمد العراقی به اصطلاح نشسته کنار. بله. آره باید چی کار کنن الان؟ این به یک چارچوب هماهنگی، یعنی این نیروهای مخلص که ما بهشون اعتقاد داریم و کمکشون کردیم باید الان دولت تشکیل بکنن. ببین نقشه چطور بود. کردها حزب دموکرات اجازه نمیده این دولت تشکیل میشه. درست. سنی ها رئیس مجلس اجازه نمیده جلسه پارلمان منعقد شه تا دولت تشکیل شه. این دو نفر اگر اونها هم حذف نمیشن یا تهدید نمیشن، یا شما میایید یا ما دولت تشکیل کنیم برو گم شو. چارچوب و هماهنگی نباید دیگه کوتاه میاد و التماس میکنه و ریش میبوسه و نه باید بیاد. الان دیگه ببینید الان مرجعیت اعلا و مرجعیت قوم و مرجعیت نجف یکیان، مشروعیت جریان مقتدی الصدر سلب شد، دیگه نمیتونه
الان هر کس حرکت میکنه ضد دولت میگن دیگه شما یعنی حتی مختصر گفت شما دیگه منحرف هستید، خودش میگه به جرایانش. ولی دولت باید تشکیل کنن سریع. دولت اگر تشکیل نمی کنن دولت، من فکر میکنم هنوز یعنی این فتنه خاموش نشده. دولت جدید و سریع، و ایران هم باید دخالت کنه. قبلا ایران دخالت میکرد در زمان سردار عبدالهادی، توصیه میکرد، حرف میزد، جمع میکنه فرقا رو. متاسفانه ایران منتظر این قضیه برجام تموم شه. من میگم نه، قبل از که این برجام تموم شه ایران باید حرف اولش رو در عراق باید بزنه. من یه چیزی الان میخوام بگم، دل ایرانی ها خنک میشه، شاید شما هم دوست نداشت، انشالله داغ این برجام بمونه به دل تمام ایرانی ها. اینو واقعا میگم که چقدر برای ما نه برجام شدنیه. حالا برجام من وارد برجام نمیشه، با احترام برای شما اصلا موضوع برجام نیست. نه برای من نه، خیلی چیزا رو گره زدم به برجام، حتی سیاست های عراق و برای من نیست. من دارم میگم شدنی یعنی چی، یعنی چیزی که میبینم حرفاشو میبینم شدنیه. اما من دیدم امروز یک حرف خوبی رئیس سابق آژانس ایران، آژانس اتمی ایران، فریدون عباسی، بله، حرف خیلی خوبی زد، حرف خیلی خوبی زد، گفت من از تیم ما در مذاکرات میخواهم موضوع غنیزازی رو مطرح میکنه، حتی بالاتر از بیشتر از 90% باید ایران غنیزازی کنه، مادام اینکه غنیزازیش صلحانیزه چی اشکالی داره، چرا ممنوع میکنید؟ دقیقا درست گفته، باید همینطوری هم باشه. آره، ولی همون گام اول خوبه. گام اول که ببینید برگشتن امریکا یعنی شکست خوردن امریکا، یعنی شکست خوردن تحریم، مراجعه تحریم. من دیدم و در برنامه خودم گفتم چند روز پیش، الان تبلیغات رسانه های گروهی جهانی و امریکا و اسرائیل و و و حتی در داخل بعضشون میگن که برگشتن ایران به برجام یعنی ایران از مواضعش عدول کرده. این یک اشتباه بزرگه. چرا؟ چون کسی که از برجام خارج شد ایران نبود، امریکا بود، و کسی که میخواد برمیگرده به برجام ایران نبود، امریکا بود. ایران به برخی از تعهداتش در برجام عمل نکرده، و الا ایران هنوز روی میزه نشسته، حالا چهار، اسمش میگن چهار به علاوه یک، قبلا پنج به علاوه یک، امریکا عقب نشینی کرده. من نمیگم برجام خوبه برای ایران، ولی برجام دیگه باید شما همیشه بذارید کنار، شد نشد به خودت، کار خودتون عمل کنید در منطقه، در منطقه، در جاهای دیگه، در پهبادی، نمیدونم موشک سایه، کار خودتون بکنید. آقای روحانی اشتباهش چی بود؟ برجام رو حل کنیم تا غرب میاد تو ایران سرمایه گذاری کنه. نه، برجام شد نشد بذار گم شه. برجام یعنی چی؟ برو کار خودتون بکنید. بسیار خوب. خب ولی شودنیه، میگم شودنیه، میدونی یعنی چی؟ نمیخوا یعنی متوجه هستم چی رسیدن به نتیجه هستم. رسیدن آره. متوجه هستم چی میگی. و این حتی ببینید، حتی گوش کنید، حتی ممکنه در تبلیغات میگن اسرائیل ناراضی هست. نه دروغه کامل. اسرائیل راضیه، چون امریکا به هیچ وجه از اسرائیل عقب نشینی نمیکنه، از حمایت اسرائیل دریغ نمیکنه، نه امریکا، نه فرانسه، نه آلمان، نه انگلیس، نه حتی روسیه. اونا منافع اسرائیل در نظر میگیرن. مگر الان در سوریه چرا اسرائیل میاد و میزنه و میره؟ چون توافق داره با روسیه. منتها وقتی که این برجام همشون میخوان، ایران باید فکر میکنه که این برجام من به عنوان یدکی ازش استفاده میکنم، وقتی که اسرائیل دوستش داره و بیاد تهدید هم میکنه. ملاحظه میکنید چرا اسرائیل دوستش داره؟ چون برجام تضمین میکنه ایران صاحب بمب اتمی نشه. ملاحظه میفرماید من شخصا به عنوان نجاح محمد علی، من شخصا از خدا میخوام برجام، ولی به شرط اینکه به شرطی ها و شروطی ها، اگر ایران امکاناتش داره، قدرتش داره، قدرت نه نظامی، نه قدرت گفتنه،
این قضیه مثل کره شمالی عمل کنه دست و پاش میبوسید. کره شمالی 2003، کره شمالی 2003 اومد از معاهده عدم انتشار، معاهده NPT شد قدرت نظامی بر اتمی. الان امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب منم همینو گفتم، ایران باید یه لگد بزنه بیاد بیرون. ولی نه فقط لگد میزنه، اگر لگد میزنه بیرون باید آمادگی داره که روز بعدش اعلام میکنه آره بابا تمام شد و سلام. بس سلام، نامه تمام. منم همینو میگم. السلام علیکم رحمت الله. خوب. از برادران و خواهران عزیز، این دوست عزیزمون هنوز تموم نشده، این مشکلش بیچاره. یکی از برادران ما واقعا خیلی خوب کمک کرده، مقیم یک کشوری اسمشون نمیگم، یک آدم بسیار آقای مؤمن و متدین و دوست. البته من اصلا نمیشناسمش، فقط برای من مینویسه و سوال میکنه و پول هم فرستاد و داریم کم کم تکمیل کنیم، ولی هنوز تکمیل نشد. نیاز داریم به 1000 دلار تا 5000 دلار این پسر دوست هم رزم سردار دلها. چرا عرق میفته دست مقتدا و غیر از مقتدا؟ میدونید امسال خدا به فضل خدا ما در عراق، شما چطور در ایران کنکور داری برای رفتن به دانشگاه؟ بله کنکور، ولی در عراق همون کلاس ششم سکندری، یعنی چیزی دیپلم دوازدهم. بله دیپلم. آره این امتحاناتش چیزیه، یعنی مثل کنکور یکی. بله. و آره امسال به فضل خدا، به فضل خدا دیدم با این شرایط خیلی بد، فرزندان دوستان ما ولائیان بهشون میگن، تابعیت عشق ایران دارن، همشون معدلشون 99 خورده. خیلی ماشاءالله، ما اینقدر من خوشحال شدم میبینم مثلا دوستانمون، مثلا به فرض یک فرد به نام محمد البصری از یاران حشد الشعبی، دخترش اومده 90 خورده، 99%. ببین همشون به فضل خدا، یعنی و خب بعضشون اگر پدری دارن میتوانن، چون دانشگاه پولیه مثل قبل نیست. و این پسر اون دوست عزیزمون در دانشگاه هستن، دانشگاه پزشکی، و خواست ول کنه دانشگاه رو. ما گفتیم نه، این کار رو نمی کنه. یه نفر فرستادم. بله. حالا در هر صورت دانشگاه بیعانه دادیم. نه من منظورم شما نیستم خانم. من میگم وسارعوا الى مغفرة من ربكم، در خیرات کار خیر باید اصلا میشتابیم. بله من میخوام به بینندگان ازشون خواهش کنم، هم این آقا و هم اون دوست یمنی من. بله لطفا. این دوست یمنی چیزی نداره، یعنی هر ماهی من براش بفرستم خدا شاهده 200 دلار. خب ببینید آقای نجار که خودش شرایط مالی خوبی نداره بنده خدا، ولی با این حال ایشون داره سنگ به سینه میزنه برای دیگران. خواهش میکنم کمکاتون رو دریغ نکنین و من لینک پیپل آقای نجار زیر این برنامه میگذارم. خواهش میکنم کمک کنین و این کار خیره. الانم که تو ایام من حتی شماره حساب گذاشتم شماره حساب من دوستان بعضشون میفرستن به اندازه خودشون، ولی خیلی کم میفرست افرادی که مثلا یکی میفرسته، ولی اگر همشون میفرستن هر کس 10 تا 10 تا هر قضیه حل میشه. اگر 1000 نفر، بله 1000 نفر 10 دلار بفرسته دیگه حل میشه، دیگه حل میشه مثلا دیگه به اون میدیم، به اون میدیم، به همه میدیم. بله بله بله. خب در صورت به قول اون دوستمون علیزاده، من دیدم یه چیزی خیلی جالبی گفته، گفت آقا به اندازه همون چیزی قهوه خود. دیدی گفته تو چیز برنامهش؟ بله تو جدال. بله من موفق و معید باشید. ما شما رو دوست داریم خانم پروین زمانی. کسی دیگه شنیدم یه شارلاتان سیاسی، ولی در هر صورت عزیزان من دریغ نکنین از کمکاتون. خواهش میکنم
اون پیپل رو زیر برنامه میگذارم. و با تشکر از شما استاد نجاح عزیز که ما رو آگاه کردین در عراق چی میگذاره و این که در واقع هنوزم اینا منتظر این هستن که برجام به یه جایی برسه و حالا برن تا اینکه بخوام برن تو عراق دخالت کنن. خب دیگه خیلی فاجعه است، فاجعه است. ما چنین انتظاری نداشتیم از این تیم جدید مذاکره کننده. و حرفایی هم که آقای رئیسی زدن، خب من نمیدونم، مثل اینکه برخی گوششون نمیشنوه درست، نمیدونم، یا اینکه ندای ملت ایران رو درست نمیشنون که هیچ چیز رو به برجام گره نزنین. اصلا مشکلات اقتصادی ما برجام نیست، 5% 10%ش برجامه، بقیهش مدیریت بد داخلیه. و مردم رو گول نزنین لطفا، به مردم رو گمراه نکنین، عوام فریبی نکنین. من اینو به دولت آقای رئیسی نمیگم، ولی به اون کسانی میگم که در این دولت دارن کارشکنی میکنن. من روی سخنم به اوناست، من خودم به آقای رئیسی دوبار رأی دادم. خب با عشق بر عاشقان ایران. و یادمون نره سلام بر سردار دلهامون، سلام بر آقای ابو مهدی المهندس، روانشون شاد، و لعنت بر هر چی تروریسته، حالا مقتدا صدر یا ترامپ یا یه بیشرف دیگه. حالا یه سلام فرشن. بر شما، سلام بر دوستان عزیز، سلام بر شهیدان. خدا نگهدارتون، در پناه حق باشین. عزیزان کانال ها رو یادتون نره، تمام اینا رو لطفاً عضویتتون چک کنین. کانال تلگرام رو همچنین یادتون نره، کانال تلگرام. و براتون یه دونه برنامه اونجا گذاشتم در کانال یوتیوب و دارم میگم تلگرام کدوم هست. اونجا مطالب زیادی رو می‌نویسیم، مطالب زیادی رو ببخشین پست می‌کنیم. و یادمون نره که حمایت بکنیم از اون جریان حق. با عشق بر عاشقان ایران، خدا نگهدار.